به نام خداوند بیندازم مهربان و بخشایشگر. سلام ایزان، وقتتان بخیر. خدا کنه جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. برنامه رسم زندگی آغاز شد و نیم ساعت مثل همیشه میمان خانه شما هیزان هستیم. چه خوب است پایان هز برنامه ما را همراهی کنید و تنها نگذارید. اگر میخواین رابطه مستقیم داشته باشین در برنامه خودتان، پس راههای ارتباطی برنامه را فراموش نکنید. 48 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک برنامه در اختیارتان است. ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما خوبان هستیم تا بتونیم بهترین محتویات را انتخاب کنیم تا از طریق همین برنامه رسم زندگی تقدیمتان بکنیم. و شما هیزان اگر مشکل دارین، پرسش دارین، میتونین نظر به موضوع برنامه به شماره تماس 02220 تماس بگیرین. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر چالش های معارف در افغانستان. معارف که یک اصل حساسی هست، یک موضوع حساسی هست در زندگی هر فرد، تعلیم و تحصیل نقش فوق العاده ای را دارد. ای که حالا چی چالش هایی وجود داره فرارای معارف در افغانستان، در ولایت از افغانستان، بخصوص در پایتختی که ما فعلا زندگی میکنیم، و آنچه پیشرفتهایی که صورت گرفته، آنچه مشکلاتی که وجود داره، چقدر تونستن رسیدگی صورت بگیره، چقدر تونستن رای حل داشته باشن به چنین مشکلاتی که همگی ما شما میدانیم. بازم شما هیزان اگر مشکل دارین، پرسش دارین، میتونین مستقیما وصل شوین در برنامه خودتان. در برنامه رسم زندگی به شماره تماس 02220 یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنید تا ما صدایتون را بگونه درست در برنامه با خود داشته باشیم. و بحث امروزمون را آغاز میکنیم با بانو نوریه نزهت که سخنگوی وزارت معارف هستند، در رابطه با همین موضوع های خیلی مهم صحبت میکنن. سلام، خیلی خوش آمدین، بعد از چاشتون بخیر. سلام، پس از چاشت شما و بیننده های عزیز بخیر، شما زنده باشین. تشکر، زنده سلامت باشین. بانو نزهت، از اونجایی که ما خبر هستیم مشکلات تا حدی حل شده، اما تا اکنون همچنان مشکلات باقی مانده هندکه. حالا بیم اشاره ای داشته باشیم، میخواییم با جزئیات بیشتر از شما بشویم چه مشکلاتی وجود داره فرارای معارف افغانستان؟ بسیار تشکر. تعهد رهبری معارف بر این است که تمامی چالش های موجود فرارای تعلیم و تربیت در افغانستان را در دهه معارف که آغازش سال 97 تعلیمی، یعنی سال حمایت از معارف بود، ما به تمامی چالش ها نقطه پایان بگذاریم در همکاری با مردم عزیز افغانستان. ما تانستیم که یک تعدادی از چالش های موجود را حل بسازیم، ولی چالش های بنیادی که هنوز هم فرارای توسعه سکتور معارف، تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره، بزرگترین شما میتونیم ناامنی و وضعیت جنگی در افغانستان بنامیم. ناامنی 95% مشکلات ما را هنوز هم تشکیل میده. ما در ولایات، در ولسوالی های افغانستان مکاتب را اعمار میکنیم، ولی گاهگاهی مکاتب ما به علت جنگ و ناامنی ها تخریب میشه و آسیب میبینه، و این سبب میشه که تعداد زیادی از اطفال و محلات از رفتن به طرف مکتب محروم شوند. اگر برای دراز مدت محروم نمیشن، حداقل برای کوتاه مدتش، مثلا برای 3 روز، 4 روز، 1 روز درست، و یا هم 1-2 هفته از رفتن به مکتب محروم میشن. مشکل دوم ما رسم و رواج های ناپسند حاکم بر جامعه ما است، که هم سبب میشه که خدمات تعلیمی و تربیتی با مشکل روبرو شه و اطفال افغانستان، فرزندان افغانستان از دسترسی لازم برخوردار نباشند به خدمات تعلیمی و تربیتی. شما در جریان هستین و ما بارها در بحث های خود، در گفتمان ها و مصاحبه های خود یاد کردیم که ما هنوزم بدبختانه 3.7 میلیون طفل داریم در افغانستان که اینا از فراگیری آموزش و پرورش محروم هستند. بدبختانه بالای 75% اینا را دخترای ما تشکیل میده. بزرگترین چالش موجود فراروی دخترای ما، فراروی زنای ما، رواجهای ناپسند حاکم در جامعه ما است که سبب میشه دخترها محروم شوند از رفتن به طرف مکتب و تعلیم و تربیت. چالش بزرگ سوم ما میتونه که فقر اقتصادی باشه. این هم از اطفال ما قربانی میگیره. شما شاهد هستین، همه روزه بر روی جاده ها میبینین که تعدادی از اطفال ما جایی ای که برون به طرف مکتب و سنشان واجد شمولیت به مکتب را داره، بدبختانه به اثر فقر اقتصادی اینا مجبور میشن که دست به انجام کارهای شاقه بزنن و از سن طفولیت، سنی که باید اینا آموزش و تربیت را فرا بگیرن، اینا بر روی جاده ها مجبور میشن که کار بکنن و نفقه خانواده را تامین بکنن. این هم یکی از چالش های ما است که ما در این قسمت نیازمند کمک مردم افغانستان هستیم، نیازمند کمک اوید از خانواده ها و اوید از افرادی هستیم که
اینا از لحاظ اقتصادی در وضعیت مالی بهتری قرار دارن و میتونن که فرزند افغانستان را کمک بکنن و یک راه درست را برای آینده او ترسیم بکنن. میتونن شهروندان ما که سطح اقتصادشان بلندتر از حداقل اینا در همکاری با وزارت معارف سرپرستی یک یا دو طفل را که بیرون از مکتب است و دلیل بیرون ماندنش از مکتب هم فقر اقتصادی است اینا به عهده بگیرن و بالاخره هر شهروند بتونه که حداقل یک کودک را زمینی رفتنش به مکتب را فراهم بکنه. سایر چالش ها هم است، مثلا حوادث طبیعی، رویدادهای طبیعی، اینا هم گاهگاهی آسیب وارد میکنه، سبب میشه که خانواده ها از یک محل به محل دیگه متواری شون و متواری شدن اونا از یک محل به محل دیگه سبب تأخیر در تعلیم و تربیه اطفالشان میشه و تا مدتی که اونا در یک محل دیگه به شکل موقتی اسکان دارن ممکن اطفالشان از رفتن به مکتب محروم شوند. بعضی از مشکلات تکنیکی هم در خود وزارت معارف موجود هست که مشکلات را ما در صدد حل کردنش هستیم. مثلا ما مشکل کمبود تعمیر برای مکتب را داریم، هرچند این بحث ها سبب این نشده که اطفال ما از آمدن به طرف مکتب یا از فراگیری آموزش و پرورش اینا به بهره بمانند، اما این چالش ها هم اندکی تاثیر وارد میکنه بر ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی. مشکل کمبود معلم را ما داریم، مشکل کمبود مواد درسی را داریم و یک اندازه مشکل در قسمت نصاب تعلیمی ما داشتیم. این مشکلات تکنیکی است که در معارف موجود بوده که الحمدلله فعلا برای هر کدامش رای حل سنجیده شده و ما تلاش داریم که مشکلات حل بکنیم. مثلا برای رفع مشکل کمبود ساختمان برای مکتب برنامه ساخت سازی 6000 باب مکتب طبق وعده رئیس جمهور آغاز شده. 2700 باب مکتب ما امسال می‌سازیم که کار ساخت سازی 1000 باب مکتب ما در مرحله تکمیل هست. آنچه که وزارت محترم انکشاف دهات بر ما تعهد سپرده از جمع 15 باب مکتب کاملا آماده شده و آماده تسلیم دهی معارف بر معارف است، ولی تعهد وزارت انکشاف دهات بر این بوده که مکاتب را به شکل مجموعی و ما تسلیم میکنن. بحث دوم بحث کمبود معلم است که متاسفانه ما این مشکل را هنوز هم داریم چون بست کافی در اختیار وزارت معارف قرار داده نمیشه. ما در مجموع به 70000 معلم نیاز داریم. اشاره میکنم ما در مجموع به 70000 معلم نیاز داریم در سراسر افغانستان که مشکل کمبود معلم را بتونیم از این طریق مرفوع بسازیم، ولی بستهایی که اختصاص داده میشه با توجه به امکانات مالی دولتی ما بر ما اختصاص داده میشه و او نیازمندی ما را تکافو نمیکنه. ولی ما برای چی برنامه داشتیم؟ برنامه ما این بود که ما معلمین حق الزمه یا معلمین قراردادی، معلمین خارج تشکیل را بیاییم استخدام بکنیم که از این طریق هم میتونیم مشکل کمبود معلم را حل بسازیم و حل در قسمت رفع معضل بیکاری برای جوانای ما میتونیم تا اندازه مؤثر تمام شویم. و بحث دیگه بحث کمبود مواد درسی هست که ما خوشبخت هستیم که در جریان امسال جوانای ما با ما همکار شدن، فعالین جامعه مدنی کمپاین راه اندازی کتاب‌های درسی را به شکل خانه به خانه برای مکاتب اینا آغاز کردن و این کمپاین اینا تا فعلا هم در برخی از ولایت افغانستان جریان داره و تکمیل نشده. ما در قسمت هم برنامه داریم 5 میلیون جلد کتاب را افزون بر این ما تصمیم گرفتیم که در جریان امسال چاپ کرده توزیع بکنیم که از اینجا هم 12 میلیون چاپ شده و آماده توزیع است که به خیر ظرف چند روز آینده توزیع شود. بله بسیار خوب. از آنچه پیشرفت ها همچنان صحبت هایی داشتین و از آنچه مشکلاتی که وجود داشت فرارای معارف در افغانستان، پس بین هموطنان از این قسمت بانون صد اشاره داشتن افراد و بخصوص کودکان نازنین که سنشان خورد است هم و باز هم کارهای شاقر انجام میدن، اینکه چقدر میتونه دردناک باشه بر همه هموطنان. کسانی که وضع اقتصادیشون خیلی ها خوب است، پس بیاین دست کمک بکنیم، دست کمک دراز بکنیم بر چنین کودکان نازنین. خب آل هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم، منتظر تماس های شما هیزان هستیم. از طریق شماره تماس 0220 میتونین تماس بگیرید. با سلام دوباره خدمت تمام شما دوستان بیننده، در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم. شما هیزان اگر پرسش دارین میتونین تماس بگیرین به برنامه خودتان به شماره تماس 0220 قسمت بانون صحت صحبت های شیرین داشتن در رابطه با آنچه پیشرفت هایی که صورت گرفته در بخش معارف از افغانستان. پس بیاین هموطنان عزیزم بیاین که یک فکر خوب داشته باشیم، بیاین که افکار مونجا یک تغییر مثبت داشته باشیم، یک نگرش مثبت داشته باشیم در تمام بخش های از
افغانستان بخصوص بخش معارف قسمی که با نونسد اشاره داشتن در رابطه با نبود تعمیرات حساسی در مکاتب و بخصوص نبود نصاب تعلیمی در سیستم معارفی که میتونه خیلی مشکل ساز باشه در نصاب تعلیمی از افغانستان. خب حالا بیاین با نونسد در رابطه با این میگوین قسمی که ما آگاه هستیم در سال 1396 معلمین عزیزمون 20% بودن، حالا چگونه؟ هفتایش پیدا کرده یا خیر هنوز هم همان مشکلات وجود داره؟ معلمین ما تعدادش در کل 220,000 است. بسیار خوب. که از جمع 38% معلمین ما را معلمین طبقه اناث تشکیل میتن. یعنی پیشرفت صورت گرفته در این عرصه؟ بدون شک پیشرفت صورت گرفته. در حال حاضر ما پالیسی ما ای است که در تمامی بست‌های رسمی ما 50% معلمین زن را باید استخدام بکنیم. ما پارسال امتحان رقابت آزاد را راه اندازی کردیم از طریق کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی. 8,000 معلم جدید در چوکات معارف استخدام شدند در بست‌های رسمی. 4,000 اینا معلمین زن بودن و 4,000 اینا هم معلمین طبقه ذکور یا معلمین مرد بودن. یعنی در حال حاضر استخدام ها شکلی 50-50 هست و پالیسی ما هم امی است که معلمین زن باید تعدادشون افزایش پیدا کنند. در هیچ مکتب دخترانی معلم طبقه ذکور نباید تدریس بکنه و افزون بر این ما تصمیم دیگه هم گرفتیم که مدیریت های تمامی لسه ها مکاتب متوسطه و ابتدایی دخترانه باید به مدیران زن انتقال شوه و مدیران زن در پست های مدیریتی باید کار بکنن، چون اعتماد خانواده ها افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی است، باید بیشتر شوه بالای نهادهای تعلیمی و تربیتی و حداقل این چالشی که از ناحیه معارف قبلا موجود بود این باید رفع شوه و سبب شوه که ما یک زمینه سازی بکنیم برای حضور دختران در عرصه تعلیم و تربیت به عنوان شاگرد در معارف. بله، قند در کشور اسلامی زندگی میکنیم و در جامعه سنتی فعلا هستیم، پس بیاین هموطنهای عزیزم در فکر این باشیم که چگونه میتونیم ذهن سازی داشته باشیم. تنها این را فکر نکنیم که مربوط معارف از افغانستان میشه و این کار کرده باید معارف از افغانستان انجام بده. نه خیر، هینگونه نیست. هر فردی که در این شهر زندگی میکند مسئولیت های خاص خود را دارد، پس بیاین که مسئولیت های خود را درک بکنیم، مسئولیت های خود را بپذیریم و بتونیم یک فرد باشیم که ذهن سازی خوب داشتیم. کسانی که مانع دخترانشون میشن که نباید اینا بلن به طرف مکاتب یا دانشگاه ها تعلیم و تحصیل خود ادامه بتن، پس بیاین کمین موانع ها و همان چالش هایی که فرارای بانوان در بخش تعلیم و تربیتشان وجود داره را حل بکنیم و همین ما شما باشیم که بتونیم یک تغییر مثبت را در شهرمان ایجاد بکنیم. خب بانو نصحت، قسمی که ما یادوری کردیم در ابتدای هست برنامه بحث خیلی مهم است و همچنان پرسش هایی که از طرف هموطنان عزیزمون حسر قاره های ارتباطی برنامه 46 را همچنان صفحه فیسبوک برنامه دریافت کردیم. گفتن یک دوستمون پیام ارسال کردن و گفتن سلام بر شما و بر مهمان برنامه میتون، نام خود را ذکر نکردن و گفتن درست از امین که معلمین عزیز در سالهای گذشته کم بود و فعلا همچنان چند درصد افزایش پیدا کرده، اما بازم با یک مشکل روبرو هستیم که اینا معلمین مسلکی نیستن. من خدمت دوست عزیز ما باید عرض بکنم که فعلا ما معلم غیر مسلکی را استخدام نمیکنیم. اوید از معلمین ما که در سالهای گذشته آمده و استخدام شدن در چوکات معارف دلیلش این بوده که ما ظرفیت‌های لازم را نداشتیم که باید استخدام میکردیم. مثلا در سالهای گذشته ما در ولایات و بخش‌های دوردست افغانستان ناگزیر بودیم که حتی معلم فارغ صنف 12 را استخدام بکنیم. کدام بینندیم و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام، وقت بخیر. بله تماستان وصل شده. سلام علیکم، اسم ما محمد عثمان است از مزار شریف به زحمت. علیکم سلام، خیلی خوش آمدین برادر عزیز، بفرمایید. از خانم نصد پرسام میگه که وعده کردی که با معلومان ماش اضافه میشه پایم که بود. بله از خانم نصد پرسام کنید که شما وعده کردید چند وقت پیش، دو ماه پیش یا سه ماه پیش، که ما ماش معلومین اضافه میکنیم، مسکی برشان میتیم، روزانه 80 رفع کلای موتر میتیم، 500 رفع دیگه خاطر چی بوتو را میدادیم. شرایطی که یک معلم 7,000 و 200 یا 100 رفع ماش دارد 12 دارد کلای خانه را چطور بتر؟ دیگر پرسش نداریم؟
وقتتون بخیر، خدا نگهدار، بفرمایین. بونو نصحت. تشکر برادر نهایت گرامی. بله، ما وعده سپردیم که ما طرح افزایش معاش و امتیاز معلمان ما را ما پیشنهاد میکنیم به رهبری حکومت افغانستان که کار را انجام دادیم، ولی افزایش معاشات معلمین ما ای کاش در اختیار وزارت معارف میبود. معاشات با توجه به امکانات مالی که در اختیار در کل حکومت افغانستان قرار داره، با توجه به او تعیین شده و اگر افزایش هم پیدا میکنه، اینمی مسئله روبرای ما خواهد بود. ما یک طرح چهار گزینه‌ای را قبلا پیشنهاد کردیم به رهبری حکومت افغانستان که در او ما چهار مورد را ذکر کرده بودیم. یکی بحث افزایش معاشات معلمین که در اولویت ما قرار داشت، بحث کرایه رفت و برگشت بر معلمین ما روزانه 80 افغانی چون برای سایر مامورین خدمات ملکی پرداخت میشه و معلمین ما هم جز ماموران خدمات ملکی هستند، گفتیم در قسمت توجه شد. بحث امتیازات منطقوی معلمان بود، اونایی که به دوردست ها فرستاده میشن باید بر اونها یک مقدار امتیاز منطقوی ماش بیشتر یعنی پرداخت شود که تشویق شون. و بحث چهارم هم امتیاز مسلکی معلمان بود، چون معلم فارغ صنف 16 هم یا معلمین لیسانس اینا 2000 افغانی در ماششون افزود شده و ایره به عنوان امتیاز مسلکی دریافت میکنن، ولی معلم 12 پاس و معلم 14 پاس ما که برنامه ارتقای ظرفیت اینو هم در جریان است از این امتیاز محروم بودن. این پیشنهادات ما بود بر رهبری حکومت افغانستان که در این قسمت بررسی های اونا انجام دادن و به وزارت محترم مالیه راجع شد، یک کمیسیون تشکیل شد داری که ما انتظار پاسخ کمیسیون محترم را تا فعلا هم داریم که اونا به چی نتیجه میرسن. هر زمانی که اونا به نتیجه میرسن که آیا روی معاش معلم اینا روی افزایشش توجه میکنن یا هم امتیاز مسلکی برای معلمین میتن و یا هم کرایه رفت و برگشت بر معلمون ما پرداخته میشه، باز همون زمان اقدام از طرف وزارت معارف افغانستان طبیعی است که بلادرنگ صورت میگیره. ولی بحث معاشات ما رب میگیره به امکاناتی که در اختیار حکومت افغانستان قرار داره و امکانات مالی. بسیار خوب، آل هم تماس داریم ببینیم کدام هموطنمون از کجا تماس گرفتن. بله سلام، وقت بخیر. بله سلام، خوب هستین؟ تشکر، زنده و سلامت باشین برادر عزیز، بفرمایید. سلیم هستم، از کابل زد میزنم. خیلی خوش آمدین برادر عزیز. بله صدایتون را ما در برنامه با خود داریم، بفرمایید سوالتان را بپرسید. من سلام تقدیم میکنم خدمت مهمان برنامه شما. سوال من این بود که شما در کدام برنامه به خاطر بلند بردن استادان دارین؟ چون زیادتر شاگردان فارغ میشه از صنف 12 تا در املا و انشای خود اینا مشکل دارن و این صورت ضعف در معارف زیادتر دیده میشه که شاگردان زیادترش در کنکور هم نتیجه خوب نمیگیرن. درباره از امی و خود استادا که زیادترش هم مشکلات دارن طبعا ما دیدیم، در این مورد وزارت معارف کدام برنامه خاص دارن؟ وقتتان بخیر، خدا نگهدار، بفرمایین. بونو نسحت. بسیار تشکر برادر محترم. بله ما به خاطر ارتقای ظرفیت معلمان غیر مسلکی ما که تعدادشان به 60,000 بیشتر از 60,000 معلم غیر مسلکی میرسد داریم، ما از 96 به طرف در برنامه قبل از خدمت در مراکز تربیه معلم محصل جدید را نپذیرفتیم. دلیلش همی بود که ما در برنامه داخل خدمت تمام معلمین غیر مسلکی را که در سالهای گذشته بنابر ناگزیری ما استخدام کرده بودیم اینا باید مسلکی شوند. معلم 12 پاس ما در شوکات مرکز تربیه معلم در 34 ولایت که 49 مرکز اساسی تربیه معلم و 198 دارالمعلمین حمایوی در سطح ولسوالی ها داریم و به همین شکل الحاقه هایی که به سطح قریه ها و اینا وجود داره، ما معلمین 12 پاس را به 14 پاس ارتقای ظرفیت میکنیم و 14 پاس های ما هم بر اساس تفاهمنامه‌ای که امضا کردیم با وزارت محترم تحصیلات عالی اینا ارتقای ظرفیت میشن به 16 پاس. یک بحث و بحث دوم ضعف در معارف، ما فکر میکنم به اون سطح نباید باشه که یک شاگرد وقتی سند فراغت صنف 12 هم را به دست میاره این حتی نتونه که اسم خودش را آنچه که برادر عزیز ما اشاره کردن بنویسه.
ببینین، ما از شاگردای ما هم بارها خواهش کردیم که اینا هم یک اندازه خودشان رضامند بتن و از خانواده ها ما تقاضا کردیم والدین بیاین از حاضری فرزند خودشان وقتی هزینه گذاری میکنن بالای او، وقت خودش را فرزندش هزینه میکنه بالای رفت آمد به مکتب و بالای درس خواندن، بیاین از حاضریش نظارت داشته باشن، از درسش نظارت داشته باشن. ما رای نظارتی را حتی برای مردم عزیز ما باز گذاشتیم، جلسات والدین هر ماه دو بار تدوین میشه در سطح مکاتب، والدین عزیز میتونن که در جلسات والدین شرکت بکنن، اگر معلم ما ضعف داره، اگر سر معلم ما، اگر مدیر ما ضعف داره، در قدم نخست اینا با حوزه تعلیمی و با مدیریت مکتب ایره حل بسازن. اگر باز مشکل حل نمیشه اینا بیاین مراجعه بکنن به وزارت معارف، پیشنهادات، دیدگاه و نظریات خود با ما هم شریک بکنن که کدام راه دیگه ای است که ما میتونیم این مشکل را بهش نقطه پایان بگذاریم. بس دوم و بس سومی که ما نصاب ما را تجدیدش را آغاز کردیم. نصاب ما وقتی تجدید میشه دیگه شاگرد ما یک شاگرد کاملا فعال، پویا و متحرک به بارخواد آمد. بله بانو نصحت، با مزرد که صحبتتون را قطع کردم، آل هم تماس داریم ببینیم کدام بیننده ما هست کجا تماس گرفتن. بله سلام، بعد از جاشتان بخیر. بله تماستان وصل شده دوست عزیز، بفرمایید. بله از فوری شهر بزرگ گیلات بدخشان به تماس هستیم. خیلی خوش آمدین، بفرمایید. سلام خدمت میمون گرامی و بعدم در مورد کتاب های مکاتب میشه آوازتون بزنو تا حتما پخش بکنی؟ دستیتون میاید کتاب جدید در سنف اول دو و سه چار و پنج هیچ کتاب وجود ندارد. تعمیر مکتب در میدان باز است. چی وقتی گفته های معارف عمل خواهد شد؟ دیگر پرسش نداره؟ وقتتان بخیر، خدا نگهدارتان، بفرمایین بانو دست. بازم تشکر میکنم از هموطنهای عزیز ما که دیدگاه خودشان با ما شریک می‌سازند و مشکلات از گوشه گوشه افغانستان با ما در میان می‌گذارند. مشکل ما پیشترم عرض کردم در اوایل برنامه که بله مشکل کمبود کتاب، کمبود تعمیر و کمبود معلم چالش های سرتاسری ما است. گیر مردم اگر دست به دست ما نتن بدون شک باز برای ما هم یک اندازه دشوار است و مردم ما یک تقاضا ازشان داریم که اینا انتظار نداشته باشند معارفی که 40 سال تخریب شده ای به یک بارگی به یک روز درست و یا هم یک هفته دو هفته تمامی چالش هایی که در برابرش وجود داره ای حل میشه، تا اینکه مردم خودش هم احساس مسئولیت نداشته باشند. که خوشبخت هستیم که ما از 97 به طرف همکاری بیشتر را ما شاهد هستیم در معارف و مردم بیشتر دخیل شدن در حل مشکلات معارف و ویژه در قسمت بازگشایی مکاتب، گردآوری کتاب ها و سایر لوازم درسی و اهدای نمرات سفید به خاطر ساخت تعمیر برای مکاتب. مشکل کمبود کتاب را تا هنوز ما داریم، اما 50 میلیون جلد کتاب ما به خیر چاپ شده توزیع میشه. 12.2 میلیون جلد کتابی را که ما چاپ کردیم این کتاب ها هستند که مربوط به صنوف دوره ابتدایی هستند. اینا به خیر قریب روند توزیعش به ولایت آغاز میشه. ما روی مکانیزم کار کرده روان هستیم که توزیع کتاب های ما باید به شکل بسیار شفاف باشه و مردم از شفافیتش باید اطمینان کامل داشته باشن. و یک چیز دیگر رو میخوایم عرض بکنم که من فکر میکنم مشکل کمبود کتاب به این سطح نیست که ما در یک ولسوالی در یک ولایت افغانستان یک جلد کتاب رو هم توزیع نکرده باشیم برای شاگرد. دو کتاب هایی که در گودام های ما موجود بوده و جمع آوری شده از شاگردایی که به صنف بلندتر ارتقا کردن توزیع شده به شاگردایی که جای اونا آمدن در صنف، اما مشکل به شکلی است که ممکن یک دانش آموز ما یک یا دو عنوان کتاب را از جمع 7 یا 8 عنوان کتابی که به سطح دوره ابتدایی ما داریم کمبود داشته باشه. که این مشکل هم انشالله حل بشه. از مردم هم خواستار همکاری هستیم. قسمی که جوانان ما کمپاین گردآوری کتاب ها را خانه به خانه آغاز کردن و ادامه داره، این هم کمپاین را اینا هم تقویت بکنن و در کنار جوانان ما، در کنار معارف دوستا و افراد خیر بیستن و بیشتر خودشان هم سهم بگیرن در معارف و ما را کمک بکنن. بحث تعمیرها بر مکاتب را یادآوری کردن، ساخت و ساز تعمیرهای مجریان داره. 2700 باب مکتب امسال ما تعهد کردیم که میسازیم و انشالله ساخته خواهد شد و بدخشان هم جز این ولایت هست که این تعمیرها در اون ساخته میشه. سپاسگزار بانو نصحت هستی که در برنامه امروز تشریف آوردین. سلامت باشین. سپاس. خب این دهای عزیزی بود برنامه امروز. تا بعد، خدا فر نگهدارتان.